رحیم رشیدی هستم. امروز 25 مارس 2010 میلادی در خدمت آقای منوچهر محمدی، یکی از رهبران سابق یک بخش از جنبش دانشجویی کشورمان و همچنین زندانی سیاسی سابق در شکنجهگاه های جمهوری اسلامی ایران. ایشون اخیرا در سفری از آمریکا عزم اروپا شدند و خواهشان از خودتون سوال میکنیم که برای چی به اروپا تشریف آوردین و مرسی از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. منم تشکر میکنم از شما جناب آقای رشیدی عزیز، همینطور از تلویزیون تیشک و همینطور درود بیکران خودم رو از اینجا ابلاغ میکنم به دوستان حزب دموکرات کردستان ایران، به ویژه رهبران این حزب که زحمات زیادی رو برای نجات جان من متقبل شدن. خوب، من بنا به دعوت یک سری از گروه های سیاسی ایرانی مقیم اروپا، به ویژه آلمان، وارد اروپا شدم و همینطور به دعوت حزب سبز آلمان، حزب سوسیال دموکرات و دیداری با نمایندگان مجلس این دو حزب سیاسی بزرگ آلمان داشتم و بحثمون در مورد جنبش ملی ایران بود و در واقع سعی کردم که اونها رو قانع کنم تکنولوژی سرکوب رو که یک سری از کمپانی های آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی در اختیار رژیم سرکوبگر ولی فقیه قرار میدند، این با حقوق بشر همخوانی نداره، چرا که اونها همیشه خودشون رو مدافع حقوق بشر در جهان معرفی میکنند و به اونها گفتم که اخیراً تبلیغاتی شده دایر بر این که شرکت ها و کمپانی های بزرگ آلمانی تا به حال اگر تکنولوژی سرکوب و سانسور رو در اختیار رژیم اسلامی قرار می دادند به بعد تصمیم به این کار ندارند، اما در واقع شرایط به گونه دیگر رقم خورده، به این صورت که شرکت های کوچیک جای شرکت های بزرگ آلمانی رو گرفتن، همون کاری رو میکنن که شرکت های بزرگ میکردن، یعنی همچنان تکنولوژی سرکوب سانسور رو در اختیار رژیم اسلامی قرار میدن، با این تفاوت که قبلا کمپانی های بزرگ آلمانی بودند و اکنون وقتی که با اعتراض مجامع حقوق بشری یه جهانی مواجه شدن، همینطور مردم ایران، سیاست رو عوض کردن، منتقل کردن به کمپانی های کوچیک و من تونستم یک سری مسائلی رو اونجا مطرح کنم، نمایندگان تحت تاثیر قرار بگیرن، حتی گفتن ما در مجلس یک جنگی به راه میندازیم که حتی جلوی کمپانی های کوچیک رو بگیریم. بعد در اونجا مطرح کردم که حتی زیمنس آلمان هم یکی از مشکلات بزرگ برای این جنبش و مردم ایران هستند. سعی کردم اونها بگم که شما باید نه تنها در آلمان این بحث رو به اتحادیه اروپا بکشونید و اونها هم به سهم خودشون این کار رو خواهند کرد. همینطور یعنی سخنان شما و این متدهایی که ارائه دادین مورد استقبال بله و نمایندگان مجلس آلمان قرار گرفت. بله، حتی نشریات آلمانی هم نوشتن و مسئله مهمی چقدر دید. امیدوارین که این متدها، این پروژه هایی که شما پیشنهاد کردین در دستور کار اروپاییان علیه جمهوری اسلامی ایران و کمپانی های اون رژیم قرار بگیره. من خیلی خوشبین هستم و در ادامه همون بحث مجددا یک سری دیدارهای دیگر با دیگر نمایندگان
مجلس سراسری آمریکا و همینطور ایالتیه، میبخشید آلمان، ایالتی آلمان خواهیم داشت. و بحث دیگری رو که اونجا پیش کشیدم موضوعی پناهندگان سیاسی است که در کشورهای همجوار با ایران گرفتار آمدند، از جمله ترکیه، و در واقع جان اونها در تهدید هست، در معرض تهدید هست از سوی رژیم جمهوری اسلامی ایران، و از اونها خواستم که فکری به حال اونها بکنند و اونها قول مساعد دادن و خیلی از مسائل دیگر مطرح شده و در مجموع نتیجه به نظرم مثبتی رو اونها نوید دادند به من و قرار شد که دیدارهایی بعد از پایان سفر من از آلمان، یعنی اگه من رفتم به آمریکا برگشتم، مجدداً یک سری کارهای دیگری رو در سطح اروپا ترغیب کنم در پشتیبانی از مردم ایران و با دعوت مجدد از من و در ادامه همون بحث ها. آقای محمدی، شما به عنوان فردی مبارز و با سابقه، دیدگاهتون در رابطه با فدرالیزم به عنوان یک طرح برای ایران آینده چی هست؟ من به نظرم یک ایران دموکراتیک و فدراتیو میتونه نتیجه مثبتی برای مردم ایران به بار بیاره. بعضی ها معتقد هستن که فدراتیو به تدریج باعث پاشیدگی کشور میشه و یک پارچگی کشور رو در معرض تهدید قرار میده. من عکس اون رو فکر میکنم، چرا که امروز یک نظام دموکراتیک و فدراتیو میتونه باعث اتحاد به یک پارچگی کشور بشه. شما کشور آلمان رو نگاه کنید، بسیار از کشورهای اروپایی، قدرت‌های جهانی امروز کشورشون به طور فدراتیو، بله، حتی کشور آمریکا، چرا که یک حکومت متمرکز و غیر دموکراتیک در واقع میتونه دموکراسی رو در معرض تهدید قرار بده. اما یک کشور متمرکز اما فدراتیو دارای استانهایی باشه که هر استانی بتونه به صورت خودمختار اداره بشه و در واقع همون به شیوه فدراتیو برای خودشون دولت محلی داشته باشن، مجلس محلی داشته باشن. این باعث این میشه که کشور در کشور جلوی فساد گرفته بشه و خودکامی های یک فرد منحرف که مردم بهش اعتماد میکنن در مسند قدرت قرار میگیره و اگر هوس کرده که آزادی های مردم رو به انحراف بکشونه این جرأت رو نکنه، چرا که هر استانی و هر استیتی، یعنی در واقع هر به اصطلاح، یعنی شما تصورتون بر اینه که تقسیم قدرت و ثروت در ایران آتی نه باعث گسستگی و فروپاشی ایران بلکه باعث انسجام و استحکام و قدرتمندی ایران میشه؟ بله کاملا درسته، به خاطر اینکه یک فرد نمیتونه اونجا استبداد کنه، اگر استبداد کنه از دیگر استان ها بلند میشن. من به نظرم حتی استانهای یک کشور میتونن یکی از نهادهای مدنی محسوب بشن. شما ببینید پارلمان، روزنامه ها، یعنی مطبوعات، رسانه ها، تلویزیون ها، رادیو ها میتونن به عنوان هر کدوم یکی از نهادهای مدنی محسوب بشن. نهادهای مدنی جلوی استبداد رو خواهند گرفت در به اصطلاح یک حکومت مرکزی و اون هم به صورت متمرکز اداره میشه. بنابراین وقتی که این فدراتیو باشه جزء نهادهای مدنی محسوب میشه و جلوی این استبداد گرفته خواهد شد و قوی تر از نهادهای مدنی پارلمان تلقی میشه از دیدگاه من. بسیار سپاسگزارم آقای منوچهر محمدی. ممنونم.
من متشکر هستم از شما آقای رشیدی عزیز بزرگوار. خواهش می‌کنم.